أوحى به الله وحيا ففض نورا وأحيا به الموات فكان الدنيا المراد لعليا دنيا المراد لعليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأمان ظلاله تتفيا فكان الدنيا المراد لعليا دنيا المراد لعليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأمان ظلاله تتفيا بالدمع تتلوه عيني والقلب بات نديا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا و از قرآن آنچرا که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي خواهر و برادر عزيز و ارجمند السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باز هم الله منان را سپاس و شکران که به ما و شما فرصت عنایت کرد و باز لحظات را انشاءالله با هم در بحث و مذاکره در مورد مسئولیت های ما در برابر اولاد ما خواهیم داشت و تشکری میکنیم از دستندرکاران شبکه جهانی وصال حق خصوصا اون کسایی که در عقب پرده هستند زحمات شب و روزیشان از الله اجر می خواهیم برشان و دعای شما رو برشان می خواهیم که این زمینه را مساعد کردن که حداقل ما شمی از مسئولیت های خود ما را با بحث و مذاکره بگیریم. چند برنامه است مسلسل در مورد تربیه جسمی یا بدنی اولاد صحبت می کنیم. انشاءالله این قسمت اخیر خواهد بود. ما به خاطر از اینکه اولاد ما صحتمند و سالم جسمن عقلن روحن تقدیم جامعه شوه باید تلاش کنیم. این افتخار داشته باشیم که اگر ما نبودیم هم از ما ثمره های به این جامعه تقدیم شود که مصدر کارهای خیر شوند. اونا دست مظلوم های جامعه را بگیرند به طرف خوشبختی و سعادتشان بکشانند. در یک عصر بسیار عجیب زندگی میکنیم ما. امت همگی پریشان است. هر روز حادثه آفرینی میکنند. هر روز به علیه اسلام دسیسه و توطئه میچینند. هر روز سرمایه های ما به هدر میره، هر روز جان های ما به هدر میره، جوان های ما به زندان ها کشانده میشه، به گلوله بسته میشه، آبادی ها، مساجد، خانه ها، مدارس، دانشگاه ها به خاک خون کشانده میشه، شهرها ویران میشه. عجب وقت زندگی میکنیم، عجب امتحانی است. ای امت در یک امتحان بزرگی قرار داره.
جزی که به الله پناه ببریم، جزی که نصرت الهی را انتظار بکشیم، چاره‌ای هم نداریم. طبعا ما وقت لایق نصرت الهی میشیم که خود ما را از جمله بنده های الله حساب بکنیم، از جمله بنده هایی که مطیع فرمان الهی هستند، نه از جمله عصیانگرا، نه از جمله فراموشکارا، نه از جمله اهمالگران امت. ما که اکثرا از دین ما بیخبر ماندیم، از دین ما دور شدیم، این مصیبت ها آمد. هر روز بر علیه اسلام، بر علیه کشورهای ما پلان و دسیسه روی دست گرفته میشه، به عمل گذاشته میشه، تطبیق میشه. سوریه، یمن، افغانستان، ایران، در کجا نیست که در افریقا ببینیم کشورهای مظلوم فقیر بیچاره هنوزم چشم طمع این ظالما به جان و مال از اونا هست. به یغما بردن، هنوزم دلشان یخ نکردن، نه در سر زمین نه در زیر زمین سرمایه نگذاشتن. حتی سرمایه های بشری را هم، چیزی را به خودشان گرفتن، چیزی را هم اگر به خودشان تسلیم نشدن به خاک و خون کشاندن. بیاین از الله تمنا کنیم که خدایا این روزها را کوتاه بگرد، دیگه به دشمنان مهلت ندی پروردگار، وقتشان پوره کن. خدایا تو انتقام امت از اینا بگیر. اگر قابل اصلاح نیستن و سرنوشت همو ظالما و اسیانگرا و تجاوزگرایی که بر حریم امتها تجاوز کردن به جزای سنگین دوچارشان کردی، خدایا اینا را هم اگر قابل اصلاح و ندامت نیستن در چنگال عدالتت بگیرشان یا الله. ما در حلقه اخیر برنامه ما باز هم از حوادث و از سانه هایی که آفریده میشه از طرف انسان ها میبینیم که پیر و جوان، زن و مرد یا کشته میشن یا معلول میشن. چیزی در خانه های خود ما، از غفلت ما، از غفلت پدر و مادر، اولادهای ما جسمن آسیب میبینن. چیزی وقتی جوان هستن، بزرگ میشن، در بیرون به این سرنوشت ها روبرو میشن. میبینیم که باز هم جسمن اولادهای ما آسیب دیدن، صدمه دیدن. حتی وقتی که نو به دنیا می آیند، اگر مادر توجه نکنه، پدر توجه نکنه، بزرگای خانه توجه نکنه، این طفلک های معصوم معیوب میشن، جسمن صدمه می بینن، آسیب می بینن. حالا که ما من حیث یک انسان ببینیم، شاید مرگ اولاد پیش پدر و مادرش خیلی سخت باشه. انسان عاطفه داره، پدر و مادر خصوصا در برابر اولادشان خیلی عاطفی برخورد میکنن، مرگ اونا رو تحمل کردن نمیتونن، مریضیشان رو تحمل کردن نمیتونن، عیبشان، معیوب بودنشان، معلول بودنشان طاقت ندارن. از مرگشان هم کرده اگر عیبی شدن، یک قسمتی از بدنشان ضربه دید، ناقص شد، ای که یک عمر است. هر وقت اگر پدر مادر در او خودش ملامت ببینه، مسئول ببینه، تا که او بچه زنده است و یا تا که پدر و مادر زنده است رنج میبرن، از دست ما این کار شد، ما اهمال کردیم، پسر ما مثلا چشمش کور شد یا رویش عیبی شد، گوشش کنده شد، پایش شکست، کلکایش قطع شد، امثال از اینا. پس ما مسئول حفاظت سلامت جسم اولادهای ما هستیم، خصوصا تا که یک ساله میشه طفل کمک به حرکت میآید، با
بزرگان خانواده خصوصا پدر و مادر مسئول هستند. و ما برای این حفاظت سلامتی جسمی اولادهای ما به یک برنامه منظم و معین ضرورت داریم که همیشه مواظبت بکنیم، همیشه مراقبت داشته باشیم. این کار ما از یک طرف حفظ سلامتی جسم اولاد ما هست، از دیگه طرف به اونا یک اعتماد به نفس میتیم. اونا هم خودشان هم آهسته آهسته مسئولیت احساس میکنن در حفظ بدنشان، در حفظ سلامتیشان، که اطمینان خاطر برشان پیدا میشه، میتونن از خودشان دفاع کنن، خودشان حفظ بکنن. وقتی ما در او آوانی که در او مدتی که اونا خودشان ناتوان هستن نمیتونن، بنابراین پدر و مادر توجه بکنه. وقتی که از یک سال بالا رفت پسر دختر اولاد، او وقت است که آهسته آهسته ما بایشان باید یاد بدیم که چطور میتونن از حوادث روزگار، از آفتا و بلاهایی که با او سردوچار خواهد شدن، خودشان حفاظت بکنن. بعضی چیزهایی هست که مثلا ما بچه های ما را میترسانیم از چیزهای داغ سوزنده، مثلا نزدیک به چاینک نشوند، به بخاری نزدیک نشوند، به چای داغ و آب داغ یا روغن جوش، ظرف هایی که از آشپزخانه میای از بالای میز نان یا بالای دسترخوان، چیزهایی که سوزنده هست. ما اگر اینا را میترسانیم که بچیم دست نزن، دستت میسوزه، و شاید در ابتدا نمیفهمن که دستش میسوزه یعنی چی. پس اگر میخواهیم که او درک کنه که چطور است، بیاین بگذاریم با یک روش بسیار محتاطانه. مثلا یک ظرف داغ است، یک بار دستش بگذاریم بزنه، ولیکن بسیار سریع، بسیار کوتاه مدت، که صدمه نبینه، آسیب نبینه وجودش. به این ترتیب ما او را متوجه می سوزیم بعضی چیزا که داغ است، گرم است، میگیم دست نزنه که دستش می سوزه. به یه ذره احساس کرد، اما قسم نگیریم که دست کشته بوجه به چسبه و بسوزه. بعض وقتا مادرها یا پدرها یا برادرهای بزرگ، خواهرهای بزرگ قهر میشن و طفلک میگن دست نزن، و میخواید دست بزنه نمیفهمه، او بالاخره او را دستکش می چسبانند او دستکش اوله میشه، جلو بلش میبره. به او شکل نه، او دیگه یاد دادن نیست. او شما قهر هستین، خواستین که خشمتان فرو بشانین، دستکش سوختانده و دستکش عیبی شد. و یا وقتی که میخوای را بره مفته، از افتیدن او بلد نیست که بفته چی میشه، بفته افگار میشه. اما بگذارین یک بار بفته، اما احتیاط بکنین که زمین چیز نداشته باشه که وقتی که بفته در روی از او وسایل باشه که او را جرح کنه، افگارش کنه، یا در دستش کدام چیز قاشق، پنجه، کارده، اینا نباشه که خدای ناخواسته با او بفته او باز ایر آسیب بزنه. بتونی چیزی که دیدین ولی باشه خیر افتید، که افتید حالا بچه اوش کن افتی، مواظبت باش. شما به این ترتیب او را یاد میتین که چه قسم را بره، چه قسم از خطرات خودش حفاظت بکنه، از افتادن حفاظت شوه. به این شکل شما میبینین که راستی یک حالت پیش میایه که شما اولاد یاد دادین که خودش جسمش حفاظت بکنه. حالا اگر که ببینیم در بعض گزارشات از شفاخانه ها، بیمارستان ها یا اطباء، دکترها یگان گزارش وقتی میتن راپور میتن، در یکی از راپورها همی بود که در شفاخانه ها اطفالی که بستری هستن نسبت به غفلت و سهل انگاری پدر و مادرش آمده به شفاخانه بستر شده.
حتی 2% از این اولادها که میمرن در شفاخانه ها، این که در شفاخانه نمیرسه چقدر اینا زایی میشن میمرن، این که ما نمیتونیم احصایش بگیریم، ولیکن چیزایی که در شفاخانه هستن اینا را در شفاخانه ثبت میشه. 2% او بچه هایی که میمرن در شفاخانه ها، اینا میگن از غفلت پدر و مادرش یا بزرگان خانواده شده که ای طفلک یا سوخته یا افتیده یا یک چیز مسموم خورده، دوای را خورده، یک چیز زهرالود که در روی خانه بوده خورده، دوچار از این مشکل شده و ایگرک آمده شفاخانه، در شفاخانه وفات کرده. 2% کسایی که وفات کردن، طفلک هایی که وفات کردن، از توجهی یا غفلت پدر مادرها در خانه شده. در این گزارش امتران می آید که بچه هایی که از 5 سال کم هستند، سنشان تا 5 سال مثلا، اینا زیادتر در معرض خطر سوختگی و همی افتادن از زینه است یا از یک جایی که بلند است که افتیده یا یک چیزی را خورده مسموم شده. و کسایی هم که از 5 سنش بالا بوده، ایگه وقتی که آسیب دیدن به شفاخانه ها رسیده کارشان، اینا از 5 بالا بوده، اینا در بیرونی کار شده برشان، بیرون بر بازی رفتن در کوچه یا در خیابان، یک حادثه پیش آمده در وجه آسیب دیدن، نتونستن خودشان محافظه بکنن، افگار شدن، مجروح شدن، رفتن بیمارستان رفتن. خب من المجموع وقتی ما بررسی میکنیم، اطفال ما ضرورت به دفاع از خودشان دارن، مواظبت از خودشان دارن، محافظت از خودشان دارن. شما پدر مادرها هستین که در دوران طفولیتشان که خودشان از خود بیخبر هستن، 100% شما مسئول هستین که اونا را مواظبتشان داشته باشین. مثلا شما چطور میتونین که از سوختگی جلوگیری کنین که نسوزن اونا؟ وقتی که طفل در بغلتان است، بعض وقتا مادرها شیر میتن بر اولادشان، چای نوشجان میکنن، یک چیز داغ میخواین بخورن. بعض کسایی که کمک بپرواتر هستن مثلا سیگرت میکشن، بعض مادرها متاسفانه یا سیگار بگیم، در اون وقت آتش زدستش هست، بعض وقتا همی گل سیگرت یا سیگار روی طفل افتیده، طفلک عیبی کرده، اگر خدا ناخواسته در چشم شفیده باشه کورش کرده، یا چای چپه شده او طفلک از متوجه نشده دست داده، دستش که شور خورده در پیاله یا در فنجان یا در گلاس خورده، چپه شده سر طفلک. پس مادر عزیز وقتی طفل در بغلش هست یا هر کس دیگه که طفل کوچک در بغلش میگیره، ایناله مواظب باشه که این طفل خشور میخوره، یک کار نشه و که خدای نخواسته ای از او چای داغی که گرفته، کافی گرفته یا یک سوپ شوربایی رو میخواسته بخوره، در او وقتی چیزای داغ خوردنش در بغلتان وقتی طفلتان بود مواظب باشی. همین رقم شما از سماوار، بخاری، اتو، بعض وقتا تنور، مادرها نان پخته میکنن، منقل داغ، اجاق، آشپزخانه است، طفلک امرایتان است یا تو خودکش میای میره، شما 100% مواظبش باید باشید. او که نمیفهمه دستش یک دفعه میزنه، او تو وقتی که دستکش بچست به دستش شما سوختاندید، یا او تو رو در بالا ماندین، این طفلک پایان آمده سیمش بوده کش کرده، او تو من در رویش چسبیده، روی یکش سوختانده، یکی گوشت رویش برده. یا وقتی شما طفلکتان میخواین بشوین، داخل حمام کردین، آب در سطل است یا در نل است، آب اگر گرم است، اول شما او را با دست خودتان ببینین، اطور گرم نباشه که نسوزه طفل. بعض وقتا خود شما شاید مقاومت وجودتان زیادتر است، طبعا زیادتر است از طفل،
شما نسوختین اما طفل میسوزه. یک بار اول بارانش کردیم، طبعا قصدن خونه میکنیم، اهمال میشه، دقت نمیشه. حتی این با پشت دستان شما آب داغ است، پشت دستان بریزین، اگر پشت دست شما نسوخت باز وقت انشالله او آب شیر گرم است یا آب نیم گرم است که طفلتان هم میشوین. اما طور چیزایی که بعض وقتا شدن آمدن دیگ شوربا را آوردن سر دسترخوان ماندن یا چای دم کردن آوردن، اما یه طفلک نزدیک شیشته یک دفعه دست زده چپه کده، سر خودش چپه کده، پس شما مواظبت نکردین. وقتی طفلا در دسترخوان شیشتن شما یا طفلا را دور کنین از سر دسترخوان، یا یک کس مواظبشان باشه، یا شما او چیزهای داغ چپه شدنی که سوزنده هست طفل می سوزانه اونا را مواظبت بکنین. بعض وقتا که برقا بازی میکنن طفلک ها عادت دارن سیم کش میکنن، ای ساکت ها یا او پریز میگن که بچه هایگان وقت دستشان داخل از او میکنن، خدای ناخواسته اگه اونا در حالت باشه که طفلک دستش داخل از او شود، خب شما او را کشتین، برق گرفتش، طفلک چقدر جان داره در برابر برق. به ترتیب شما خطر جدیه که حتی به مرگ از او می انجامه شما او را جلوگیری کرده. خوشا به حالتان که طفلتان با توجه شما از سوختن و خدای نخواسته معیوب شدن نجات پیدا کرد. طبعا شما در امی جریان هم برش این را می فهمانین که بچی گولیم داغ از چپ کش نکنی چپه نشوه، همیشه شما در همی صحبت هستین با اولاد که او را تربیه میکنین، یاد میدین. اما چی وقت برای تربیه کردن است؟ همون وقتی که او میفهمه. تا وقتی که نمیفهمه او وقت شما 100% مسئول هستین که خودتون مواظبت کنین، به هر شکلی که خودتون میفهمین چطور مواظبت بکنین. بعض وقتا بچه ها مفتن، در گهواره است، در گاز است، یا در تخت خوابش است، شما وقتی که باز کردینش میخواین یا بسته بکنین در گهواریش یا در تختش میخواین که جمع جور کنین، یک بار کارتان پیدا میشه، میخواین آشپزخانه برین، تلفن میاد، در زنگ میزنه، یک چیزی میخواین بگیرین، یک کریم فراموشتان شده که بیارین، او طفل در سر تختش گذاشتین یا در گهواره گذاشتین، میرین پشت یک چیزی که میاین که او بیچاره افتیده جلو بلش برآمده. بنابراین او را وقتی که شما باز کردین یا در تختش موندین دیگه تنها نگذارین، میشه مواظبش باشین. وقتی که میبینین در زینه بالا میشه، خانه شما قسم است که زینه داره یا پله ها است که بالا و پایان میشن، در اینجا شما دستش بگیرین، اگر را میگرده خودکش او رم پای با پای خودش برین، یاد بتین از اینجا قایم میگی بچه ای طور بالا شو، ای طور بالا شو، وقت پایان شدن خدای نخواسته مواظبش، اگر نباشین یک کمه که موازنه خود از دست میته تا پایان لول میخوره میره، و وقت شما به غیر از یک داد و بیداد خودتان کنین دیگه چاره هم ندارین. ولیکن پیش از اینکه او کار شوه و طفلک لول بخوره از پله ها، شما را مواظبت کنی. بعض وقتا امی که شما همراهش نیستین، اگر زینه و پله از در داخل خانه، اینا را قید کنین که طفل خودش نتونه داخل شوه، بالا شوه یا پایان شوه، هم بالایش بسته کنین هم پایانش بسته کنین. بعض وقتا در گان جایکای بلند میمونین طفلکارا، ولیکن اگر در جای بلند است نمیخواین پایان شوه، مواظبش باشین که نفته. بعض وقت طفلک ها چست و چالاک هستن، کش میکنن پایان بالا کنن پایشان اثر او چیزی که شما گذاشتین، اما قسم او رو بلند بسته کرده باشین که او نتانه اثر از او تیر شود. به این ترتیب شما از افتادن بچه ها جلوگیری میکنین. بعض وقت هم بچه ها میخواین که
بایسیکل سواری کنن یا دوچرخه سواری کنن، اینا را هم شما باید امنیت شانه گرفته باشین. اونا اطفال میشه که یک کسی بترسانه اونا را چپشه و بایسیکلش با کلد زمین بخوره، زمین سخت باشه، خدا نخواسته فرقش بشکنه. شما یک قسم کلاها هست که در سرشان میکنه، اگه بفتم ضربه و کلاه میگیره. و یا ای که خودتان با اونا هستیم، مواظبش هستیم. در جایی که میرن بازی میکنن، خدا نخواسته در بعضی جاها اونجا هست شاخه های درخت ها هست یا قسم اوجه را اونا گذاشتن که سنگ های تیز تیغدار هست، یا ای که بعض وقت بچه های شوخ دیگه هستن که در روز میان توته های شیشه را میپردن، چیزهایی را میپردن که وقت بچه های دیگه نفهمن بیاین بازی بکنن، اونا آسیب ببینن، زخمی شوند، خدای نخواسته. پس شما اگر میگین برو بچیم بازی کردن، یک دفعه خودتان پیش دیکور رایی میکنین برین ببینین کجا راست جای هست که بازی میشه یا نمیشه. به این ترتیب شما از افتیدن از این پسر که از جای بلند یا بایسکلش هست یا از تختش هست یا از گهواریش هست از جای بلنده هست افتیدن، شما برش یاد میتین که چطور بیتانه خودش محافظه بکنه و یا خودتان چطور تانستی نوره مانی افتادنش شوید. بعض وقتا شما میخواین که بچه ها در حمام بازی کنن، تشت هست یا ظرف آب هست یا تپ هست در بعض داخل حمام یا تشنابا که در روجه آب میپرتین شما و بچه ها را میگذارین بازی میکنن. اینجا شما مواظب باشین، تنها نگذارین، ولی آب بسیار کم باشه. اگر خدا نخواسته شما نباشین، این طفل بفته، بروی بفته، خودش گرفته نتانه، او دهنش طرف آب باشه تا شما میایین که خفه شده، خفک شده. بنابراین شما همیشه مواظبش باشین که خدا نخواسته در او ظرف او نفته. یا در دسترسش یکان چیزهای نکته ایست مثل چاقو و کارد و چیزهای آله های جارحه نباشه که شما اوگه وقتی که میره استراحت میکنه، خدا نخواسته یک چیز خودش نمیفهمه پالو میگرده به یک شکل خفه میشه. بعض وقتا مادرها طفلشان با خودشان در بسترشان میخوابانن، مادر مانده شده زله شده میخواد که بچهشان با شیر میته، اموجا در پلویش دراز میکشه، خودش هم خواب میبره، طفلک هم خواب میبره. یک وقت انسان وقت خواب شد خواب حالش دست خودش نیست دیگه، اختیارش، خدای ناخواسته او طفلک وقت شیر مینوشه و این مادرش یک کم طرف از این بیایه بچسبه، تا مادر از خواب بیدار میشه که بچه رفته از پیشش. همینطور شما وقتی که خواب میتینیش باید با پهلوی های تو با پشت خوابش باید با روی خواب نتین، خصوصا که طفل خرد باشه. سابقا میفتن با طفلک با شکم خواب بتین که برش صحتمند میباشه و چیزایی میفتن، ولی آل طب ایره تثبیت کرد که خصوصا طفلک هایی که سنشان از یک سال خرد است اینا رو بهش کم خواب ندید. یکان وقت میشه که همینطور رویکش در زمین میمانن، نمیتونه سرکش بلند کرده، نفسش قید میشه. بعض وقتا طفلایی که شیر خوره هستن اینا رو بسته میکنیم، قنداق یا قنداق میگفتن، بسته میکردن. همین بسته کردن هم بر از اینا از وقتا خطرناک میشن، خصوصا شکم از اینا رو سخت بسته نکنیم. بالشت خب برای طفلکای ریزه بسیار خطرناک است، اوگه که بدون بالشت راحت تر خواب میشن. و طبعا که وقتی ما اطفال مواظبت بکنیم اونا خدای ناخواسته بر روی کدام چیز نفتن، او وقت ما
تانستیم که اونا را مواظبشان باشیم. بعض وقتا شما سطل آب دارین، مثلا نل آب در خانه نیست، از شیردان نیست که شما آب استفاده کنین، ظرفا را آب پر میکنین میمانین. اگر در یک وقت طفلکایی که نو را گردک شدن، یک اکا میاین و با آب بازی میگنین، کلیشن رو پایان میکنن، گرب بکنه نفته. یا در بعض خانه ها حوشه ها هست که آب میمانن، یا برای آبیاری باخشه هایشان هست، یا که آب استفاده میکنن. اگر این رقم آب باشه، باید که دیوار داشته باشه، یک احاطه داشته باشه که اطفال نرنده اوجه، خودشان به حساب که بازی میکنن نفتن در اوجه. پس شما اینا را میگن خالی نگاه کنین، یا ای که قسمی از اینا استفاده کنین که اگر مجبور هستین که آب داشته باشه، پس از دسترسی اولادتان او را دور نگاه کنین. بعض وقت سیم برق بیشتر هم یاد کردیم، سیم تلفن از دیگه از خدا نخواسته، بعض وقتا تناب از اینا در گردن خدا ویزان میکنن، کش میکنن، یکی دیگیشان همراهش بازی میخواین بکنن، یک وقت میان که یکی را خفک کردن. بعضی چیزای بازی از بازیچه ها از در نزدیک تخت خوابشان اگه شما بانین، بعض از اونا برشان خطر ایجاد نکنن، افکارشان میکنن. اگر شما میتونستین که وقتی که در حمام میخواین آب بازی بکنن، یا در حوض و حوض چه شما دارین، آب بازی رو یادشان بدین، گناه باز یاد بگیرن، خودشان بازی کنن، آب بازی میکنن، شما باز دلتان جمع است که آب بازی رو یاد داره، غرق نمیشه. حالا میریم به طرف یک میان برنامه، انشاءالله صحبت های ما رو دوام میدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهر و برادر عزیز، این بخشی از برنامه هم ارتباط داره به سلامتی جسم اولاد ما. بعض وقتا شما در خانه دوا دارین، دارو و دوایی که برای استفاده انسان است از او استفاده میکنین، بعض وقتا همین داروها هم بر اولادها مضر میباشه. بنابراین وقتی که شما استفاده میکنین، در جایی نگذارین که بچه ها دسترسی داشته باشن. حتی بعض وقتا دوا زیاد میشه، دوایی که شما دیگه استفاده نمیکنین باید اونا رو دور کنین، دوایی که خصوصا از تاریخش گذشته باشه اونا رو بخیر از خانه بیرون کنین. دوایی هست که مثلا شما استفاده میکنین، بچه ها میبینن، اگر مو خطر داشته باشه برای از این که بچه ها یاد میگیرن، تقلید میکنن از شما، حتی میگه چیز هست که مادرم خورد یا پدرم خورد، من میخورم. شما باشین خونه میتین، وقتی شما نبودین اگه در دسترسش بود میخورن. پس شما او را وقتی که میگیرین نوشجان میکنین، ایرم برش بگین بچه میشربت نیست، آب نیست، کولا و فانتا نیست که شما ایرا همه تو شب کنین، دوا هست، تلخ هست، یک چیزی بگین برش که از او بدش بیایه، مثل یک چیزی که دوست داشته باشه به او رغبت پیدا نکنه. اما خواستم بعض موادایی هست که شما ظرفشویی هست، کالاشویی هست، خود فرشای خانه را امرایش میشوین، دوایی هست که کیمیاوی هست، اسید داره، تیزاب داره، خدای نخواسته در دسترس اطفال باشه، اگر دستش با دستش تماس کنه، با بدنش تماس کنه که آسیب بدن، خدای نخواسته دفعه نخورن اینا، او نمیفهمه که طفل. پس از دسترس از اینا شما این مواد دور نگاه میکنین. در مثلا بعضی وقتا که شما استفاده کردین، خانه را میشوین یا ظرف میشوین، اما مواد استفاده کردین، در این وقت طفل میآید، شما سخت مواظبت داشته باشین. در وقتی که شما بالای ظرف شوشتن هستین یا بالای کالاشویی هستین، بچه ها را نزدیک تا نمانین. ها اگر سن سالی هست که اونا را میخوین شما یاد بتین که چی رقم ظرف بوشوین، چی رقم کالا بوشوین، او چیزی دیگه هست. ولی صرف به خاطر زیبه که سیل میکنه شما چی میکنین، شما دست میزنید، دستان شاید دستکش داشته باشین، دست شما مقاومت پیدا کرده باشه، ولی اوگه کم دستش داخل میکنه در ظرف. پس شما مواظب باشین که در هیچ صورت از این مواد
اسیدی و تیزابی که شما برای شستن و پاک کردن استفاده میکنین اینا به او دسترسی نداشته باشن. بعضی کسا در خانهایشان حیوانات دارن، پشک است و یا چیزهای دیگه است. پس وقت طفل به دنیا میاد شما مواظبت داشته باشین که خصوصا باز تنها نگذارین طفل دانکت و حیوان تنها در خانه نگذارین. بعض وقتا میشه که وقت خواب کردن خصوصا پشک خوش داره که در یک جای گرم بخوابه. یک وقت میای این شما متوجه نشدین پشک آمده در پهلوی طفلک شما خواب است، یک آن دفعه متوجه نمیشه میخوای بازی کنه میبینی پرت کنده او را. بعض وقتا در سر طفل میای خواب میشه. شما مواظب باشین که به این حوادث ناگوار دیگه بچگک ها روبرو نشوند. شما وقتی که مدرسه میرن بچه ها از کدام را میرن، چطور پس میاین، این راه ها را شما مواظبش باشید. این راه ها چخوری و بلندی داره، خدای نخواسته جایی هست که در رفت آمدش اینا اذیت میشن، آسیب میبینن، یا جایی هست که ماشینا میرن، موترا میرن میاین، خدای نخواسته کدام وقتی بایسیکل موتر نزنن، خدای نخواسته در این مسیر اتور جای خلوت نباشه که یک کسی بیای بچه را ببره دزد پیدا شوه، که بازو وقت شما نه تنها که جسمش آسیب زدین از دستان رفته بچه، خدا نکنه. شما حتی بچه ها اگر در سن سال هستن که میفهمن همین نمره هایی که شماره تلفنی که فوری به یک مرجع عاجل خودشان می رسانند، یک کمک های اولیه است یا پلیس است، یک جای مرجع هست که به داد از اینا فورا می رسد، این شماره ها را در جیبشان در ذهنشان شما باید داده باشین که با کدام مشکل اگه اینا پیش می آیند برشان پیش می شه اینا خودشان هم سرشتی خود بکنند. بعضی چیزها که در منزل می شه حوادث خانوادگی هست، خانگی هست، بعضی چیزها هم که در بیرون میشه، در محیط کار میشه، در مکتب میشه، در بیرون خانه میشه، در باغچه بازی میشه. بعضی چیزها هست که وسایل نقلی هست، شما یاد میتین که بچه وقتی که سرک تیر میشه دست چپ راست بیبی موتر نباشه، ماشین نباشه، بایسکل نباشه، دوچرخه نباشه که تو را نزنن، در ازدحام زیاد بیرو بار نری، زیر پای نشوی، گم نشوی. در بعض جایهایی که تفریح هست میرن بازی میکنن، در اوجا بعض وقت حوادث رخ میدن، مفتن در بازی با یکی دیگهشون بازی میکنن، افکار میشن. خب بعض وقت هست انسان چیزایی را که ما یاد میکنیم یکی دوستی، بعض چیز هست که در ذهن آدم نمیاید. شما چطور میتونین از این حوادث بچه ها را نگاه کنین جسمان این آسیب نبینن؟ از تجربه دیگر ها که بسیار تلخ است، یک تجربه شده، یک کسی به یک سرنوشت دوچار شده، حالا شما از او میخواین که یاد بگیرین یا عبرت بگیرین که شما و اولاد شما به او سرنوشت دوچار نشود. یکی هم است که یک کسی قصه میکنه، حالا ما برای شما قصه میکنم، یا میگن رقم آسانش است. و یکی دیگه هم است که شما خودتان فکر میکنین که من چطور میتونم که اولاد من از این خطرها نگاه بکنم. هم از حرفای ما شنیدین، از تجربه مردم استفاده که، هم حال خودتان و یک حادثه جدید است که نه ما براتون قصه کردیم نه کدام کس تجربه کرده. شما چطور میتونین اولادتان از او خطر نگاه بکنین؟ بعض وقت آشپزخانه ها قسمی است که نزدیک خانه نشیمن شما هست یا خانه خواب است، نزدیکش است، در اینجا بچه ها رفت آمدشان به آشپزخانه است، خودشان میخواین برن از چیز را بگیرن بیارن، در اینجا شما مواظب و طفلایی باشین که اونا نمیفهمن، برو کارت بیار از آشپزخانه، اگر گفتین رفت آورد خدای نخواسته افتید با کارت در یک جایش خلید، چاینک بیار، ترمز بیار، یک چیز را بیار،
شما باز میبینید که کلان یک جنجال شده، یا از دسترخوان یک بشقاب یک چیز برش میدین ببر، یا خودکش میگیره، شما نگفتین دیگر را بردن، میگه مام کمک میکنم، میگیره یک چیز را میبره میفته مشکنانه سر و شکستگی، یا خودکش اگر بفته. پس شما مواظب باشین که جای بازی بچه ها خصوصا با آشپزخانه نزدیک نباشه. شما در آشپزخانه رفتین دیگ بار میکنین، اما اجاق روشن است، گل نکدین، آمدین از سرش چیزی را گرفتین، خدا نخواسته در یک مسیر نباشه که شمال باشه، پرده آشخانه باشه، که یک دفعه حریق نشه، که باز وقت شما و بچه ها همگی در او جنجال خدا نخواسته نفته. بعض وقتا در خانه ها میز از چوکی هست، بعضشون تیغ دارن، نوک تیز داره، شاید بچه ها خودشان دو نزنن اما یک دفعه بفتن. چه قسم میتونین شما این گوشه های تیز و نوکدار میز و چوکی اینا را که آسیب نزنه بر اولاد ها، باید اک یک جلوشه بگیرین، اک چیز پردین سرشون. اگر شما در آشپزخانه یک چیزی را بر سر اجاق ماندین بار کردین، او را باز پنج دقیقه بعد میان خبر میگین میگیرین بچه ها در خانه هستن، شما یک بار مشغول تلفن میشین، مشغول یک برنامه تلویزیون میشین، یا همسایه شما را صدا میکنه، یا خودتون بیرون میرین، سبحان الله، در حالی که آشپزخانه دیگ بار است، زیرش آتش است یا برق است یا گاز است، بچه های ریزم در خانه هستن، شما رفتین، هیچ وقتی کار شما نکنید. شدیدن مواظب باشین که خدای ناخواسته اگه حادثی کلان از این جور میشه. شما بعض وقت پنجره ها را کلکینای اتاق اگر در دسترس بچه ها هست، میتونن بچه ها بالا شون از کلکین پایین سیل کنن، خیلی خطرناک است. اینا را از دسترس بچه ها محافظت کنین. اونجا باید قسم در بسته باشه، کلکین بسته باشه، قسم بسته بکنین که بچه های ریزه نتونه او را باز کنن. بسیار شده که بچه ها در کلکین ازش خواستن بیرون سیل کنن، گرم پا نفتیدن. بعض وقت شما در خانه آشپزخانه گاز استفاده میکنین، احساس میکنین که گاز مثل که چالان است، گاز مثل که از کدام جای بویش میآید، اینا رو برای ازی که آیا گاز است نیست، شما با گوگرد یا کبریت یا یک چیزی که لایتری که چیز شما را استفاده میکنین، اگر کمرای از او خواستین خدا نخواسته کلان یک مصیبت دیگه جور میشه. هیچ وقت با آتش گاز امتحان نکنین که آیا هست یا نیست. بعض وقت بر از اینکه بچه ها را غسل بتین، شما آب گرم کار دارین، در بعض خانه ها وسایل درست نیست، شما با آب گرمی یا که چایی که مثل که جوش میتین، آب گرمی را در سطل میمونین که آب گرم شود، اما تو اون را ماندین رفتین، بچه ها اونجا هستن، خدا نخواسته یک کسیش دست میزنن. اینا اکثرا همین 2% که 2% که بچه ها در شفاخانه ها مردن از همین رقم غفلت های مادر و پدر شد. بعض وقت در داخل حولی چاه هست، چاه اگه سرپوش نداشت، سرپوش قایم نداشت که کلانا او رو باید واس کنن، خدا نخواسته با چای ریزه بتونه واس کنه، یک وقت سل میکنه پان چی هست نگارم افتید. بعض وقتا بالکن خانه هست، شما در منزل چندم هستید، اگر مواظب نبودین، هوشیار نبودین، بالکن دروازش واز بود، بچه بیرون رفت، یا دروازه کوچه واز بود، شما دروازه که شما از منزل بیرون میشین، این دروازه واز بود،
بچه یا بچه تانست واس کنه بیرون میره نمیفهمه سر زینه میره میبینه هر کس بالا و پایان میشن یک بار از زینه لول میخوره. خب ما در جایی ما هستیم که مثلا شما همراه بچه ها میرین با ماشین یا با موتر سفر میرین یا باز بر خرید میرین، شما دروازه موتر واس کردین، بچه مواظب خودش مواظب بچه تون نشدین که او را دستش بگیرین پاهان کنین و خودکش پاهان میشه دروازه را وقتی که شما بسته میکنین دستکاش در قاط دروازه مانده، یا دروازه خانه باز وقت همتون است دروازه اتاقهای خانه واز و بسته میشه شمال اگر ایره بسته کرد و تفلک در اوجه بود میزنه دستش اگر در قاط از اومان. بعض وقتا ماشین کفته یا ماشین گوشت است، شما خودتان رو گوشت کشیدین و آرامت رو گذاشتین رفتین، بچه هم آمده سیل میکنه شما در اون گوشت داخل میکنین و خودکش دستش داخل میکنه دیدین که یک دفعه دستکشه ماشین گرفت. پس ما کار بکنیم که پس آن پشیمان نشویم خودمون. اولاد ما سر ما حق داشته، وقتی که به دنیا میایه ما در آغوش ما رو میگیریم، دوستش داریم، بزرگش میکنیم، مواظبش باشیم دیگه، حاله که درست بزرگش کنیم، نه جسمش نه جانش نه روحش نه زبانش هیچ چیزش خدا نخواسته آسیب نبینه، اخلاقش وقتی آهسته آهسته بزرگ میشه، اعمالش، نیتش، اینا همگیش اگر حمیده باشه با حسن خلق کلان شوه، با دقت تربیه شوه، سالم و صالح کلان شوه، شما مسئولیتان منعیس مادر یا پدر انجام دادید. از شما به نام نیک یاد میشه، شما یک صدقه جاریه گذاشتین بعد از که از این دنیا اگر وقتتون پوره شد و رفتین، اعمالتان دوسی اعمالتان بسته نمیشه، حسناتی که از طریق اولادهای صالح شما به دست میارین او باز است. بعض وقتها شده که بچه ها در ماشین یا در ماشین لباسشویی بگویم داخل شدن، طفل ریزه را یک خوراک کلانش دو ساله سه ساله او را داخل از او گذاشته سرکش بسته کرده، پس واس کرده نتانسته، گرچه رو شاید چالان کرده ندانه ولی بسته کرده بازی میخواسته بکنه، طفلک قید شده ترسیده مادرش نگفته او گک دوجه مانده. به ترتیب ما آهسته آهسته میریم به طرف آخرین صحبت های ای بخش ما و به پدر و مادر عزیز گوشزد دارم که اگر شما تانستین که میتونین، اگر تلاش کردین، کوشش کردین، از خداوند کمک خواستین که خدایا مرا در یه امر بسیار مهم و حیاتی که سرنوشت ساز است، مرا اگر تو کمک نکنی هیچ کرده نمیتونم، یا الله تمنا میکنم مرا کمک کنی که اولاد صالح تربیت بکنم. باز شما موفق میشین، خداوند کمک میکنه. اینم یک راه هست که ما به طرف سعادت هم اولاد ما هم خود ما میریم. سعادت دنیا و آخرت ما در همین نهفته هست که ما وظیفه ما را همون رقمی که دین عزیز ما بر ما سفارش میکنه انجام بدیم، مسئولیت های ما را درک کنیم، مسئولیت های ما را انجام بدیم. حالا اگر ما نمیتونیم در بیرون جامعه را اصلاح کنیم، داخل خانه را اصلاح کنیم. از خود ما شروع کنم تا به کسایی که مربوط ما هستند.
این مسئولیت اگه ما انجام دادیم، همسایه ما این کار کرد، برادر دیگه ما این کار کرد، خود به خود ما باز چند خانواده یک اجتماعی کوچک تشکیل میدیم. اگر همینطور اجتماعات کوچک 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 بالاخره یک جامعه یک اجتماعی بزرگ را تشکیل میدیم، دوباره او مجد و عظمت امت اعاده میشه. او الله که در ما تغییر ببینه که این بنده های ما در خودشان تغییر مثبت آورده را ایستن، میخواین اینا بنده های خوب ما شود، باز الله کمک میکنه. حال ما گناه میکنیم میگیم که الله غفور است. برای عبادت های الله ما وقت نداریم، میگیم کار دارم، اما او کار ایج و خلاص نمیشه. عبادت خود کوتاه مدت است. عبادت شما رو 5 دقیقه 10 دقیقه وقتانه میگیره. در کار شما 8 ساعت 9 ساعت 10 ساعت هر روز بعض وقتا زیادتر مشغول هستید. شما وقتی در عبادت 10 دقیقه‌ای تنبلی میکنین، از او کار 8 ساعته کی خیر میبینین؟ او کاری که مانع عبادت الله شود، او به درد نمیخوره. از او شما هیچ خیر نمیبینین. جمع میکنین جمع میکنین، شاید تا یک مدت خوب جمع کردین، ولی یک بار از دستان میره. حسرت و پشیمانیش باز وقت سود نداره. اگر ما توانستیم که کودکای ما را، نوجوانای ما را، جوانای ما را به طرف دین ما کشاندیم، به طرف خوشبختی و سعادتشان کشاندیم، اونا را فهماندیم که الله مهربان تو را دوست داره، تو باید دوستش داشته باشی. وقتی الله یک چیزی را میگه، او را به خیر تو میگه. پس او وقت است که ما او نیازهایی را که یک جامعه داره او را ما برآورده کردیم. یک جامعه به سرک و به خانه و به آبادی های سنگ و چوبی احتیاج نداره. انسان‌های گوشتی، انسان‌هایی که راه میرن، اینا اگر درست تربیه شدن، درست اینا اعمار شدن، اونو اجتماع اجتماع سالم و صالح است، اونو اجتماع آباد است. چی کار میایه که تمام آسمان خراش ها را ما داشته باشیم در عمل خیر انجام نشود؟ اروپا و امریکا امروز ببینیم از نظر اقتصاد و صنعت و نمیفهم تکنولوژی و علم به کجاها خودشان نرساندن، ولی انسان ها مثل ماشین ها هستن. تا که کار میکنن فعال هستن، فعال هستن، وقتی از کار افتیدن اینا در یک گوشه عزلت میرن، تقاعدیشون هم میگیرن، انتظار مرگ هستن، از اجتماع بریده میشن، میرن به پیرخانه ها. او کسایی که توانمند بود و دارنده بود یک چند سبایی هم ممکن است سپری کنه، ولی باز میبینیم که به یک سرنوشت خیلی اسفبار روبرو میشه. ختم شد زندگیش، ختم شد دوسیش، بسته شد، باز زیر خاک است و بعد از زنده شدن دیگه باز حساب میده که چی کار کرد. ما وقتی پیامبر عزیز ما رحمت للعالمین هست، ما را به خیر و سعادت ما فراخواند، ما را گفت شما بهترین و شما بهترین کسای شما بهترین تان کسی است که بهترین برای خانوادهش باشه. شما یک عضو خیررسان، خیرخواه، دلسوز برای خانواده تان اگه هستین بهترین هستین. شما برای خانواده تان بهترین باشین، برای کلگی بهترین می باشین. شما وقت برادر خودتان دوست داشته باشین، برادر بیرونی هم دوست می داشته باشین. شما وقتی که به خانواده خیر می رسانین، شما به اجتماع خیر می رسانین. از شما کس شر نمی بینه. شما یک چیز، یک عضو صالح
یک عضو خیررسان از او خانواده هستین، خیررسان جامعه هستید. ما میبینیم که در قرآن عزیز وقت مادر مریم علیه السلام یا خانم عمران، وقت عمران وفات میکنه، منبر و محراب خالی احساس میکنه خانمشان، دعا میکنه که یا الله در بطنشان طفل دارن، شوهر وفات کرد، یا الله دلش نارام است که منبر خالی است، یا الله میگه ای طفلی که در بطن من هست ایره به تو من نظر کردم، ایره من به تو سپردم، ایره میخوام در سر در خدمت دین تو باشه، ایره نظر کردم، یا الله تو ایره قبول بکن. ما میبینیم در سوره آل عمران آیت های زیبایی در این داستان هست که آیت 35 تلاوت میکنم. اعوذ بالله، اذ قالت امرأت عمران رب اینی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انك انت السميع العليم. یا رب قبول بکوی، تو فهمیدم برات، خدایا نظر کردم برات این چیزی که در بطن من هست و تو شنوا و دانا هستی. فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى. وقتی که طفل به دنیا آمد، خانم عمران میگه که یا الله ای بچه من، ای طفل من خو دختر شد، گمان میکرد اگر پسر باشه که بر الله در خدمت دین الله باشه، بخشیدم برد، صرف بر تو بخشیدم، دیگه ایره کار غیر از خدمت تو دیگه کار نمی کنم سرسی. سبحان الله، در حالی که الله میدانه که او چی به دنیا آورده. والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى. طبعا او سر نیز دختر است، الله ایره میفهمه. و باز چی میگه مادر خانم عمران؟ و انی سمیتها مریم، نامش مریم گذاشتم یا الله، و انی اعیذها بک. سبحان الله، ایره من پناه تو دادم یا رب. دیگه چقدر درس است خواهر عزیز من، مادرکای من. شما بگیرین یک طفلتان رو بر الله بسپارین، بر الله نظر کنین، در این دختر نظر کرده. خود مادر شاید فکر میکرد بچه میشه خانیش، ولی الله میخواه به مادرکا بگه دخترهایتان رو نظر کنین. این دین مردانه نیست، این دین کلگی ما هست. در او خانواده هایی که زنها و دخترها دیندار هستن، او خانه نورانی هست. مثل که الله ارادش به این رفته بود که مریم به من نظر بکنه، یک دختر خدا میخواست برش نظر شود، صرف در خدمت دینش قرار بگیره. سبحان، اگر ما در خانواده های ما و خانواده هایی که توانمند هستند میتونن اولادکایشان به دین الله بسپارن، به الله بسپارن، اونا عالمه شوند، عالم شوند. در هر خانه اگر یک عالم باشه، دنیا نورانی میشه، دنیا درخشان میشه، از این مصیبت ها خلاص میشیم. این جهل ما هست که ما امروز بدبخت هستیم. در یک جای از گوشه میگیم در فلان جای یک عالم است، بریم ازش پرسان کنیم. اگه این ورثه انبیا در هر خانواده باشه، و رحمت الهی در او خانواده است.
و اینی سمیتها مریم و اینی اعیدها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. ایره از شر شیطان رانده شده و پناه تو دادم خدایا، خودش و ذریه‌اش. سبحان الله. شما یک عالم در خانوادیتان یک عالم داشتین، از الله تمنا کنین خدایا ذریه زیرم و تو مسپاریم، خدایا همه گی از اینا را از شر شیطان نگاه کن. اینا علمای دین شوند، فقهای دین شوند، اینا در خدمت دین باشند. دین است که دنیای ما را آباد میکنه. این بیدینی بود که دنیای ما خراب شد. این بیدینی ها آمدن دنیای مردم خراب کردن. کمونست ها چیکار کردن؟ میریم به یک میان برنامه بعد میگردیم. امیدوار هستم که در دور اخیر شما عزیزا هم از تلفن ها استفاده کنین و صحبت های خودتان هم داشته باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، دیاری خداوند شیطان ز خود براند. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری خداوند شیطان ز خود براند، شیطان ز خود براند. ما بنده خداییم بر درگهش گداییم، بر دین مصطفاییم با قرآن هم نواییم. ما بنده خداییم بر درگهش گداییم، بر دین مصطفاییم با قرآن هم نواییم، با قرآن هم نواییم. قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. حالش خواهی بدانی احادیث و بخوانی، حالش خواهی بدانی احادیث و بخوانی. گفتا که زمنونی یا اهلی دثرونی، گفتا که زمنونی یا اهلی دثرونی. پیامبر خود بترسی، از سنگینیش بلرزی، پیامبر خود بترسید، از سنگینیش بلرزی، به سوی خانه دوی. رسول الله بگردید، رسول الله بگردید. قرآن قرآن کتاب ماست، جان بخش و رهنمای ماست. قرآن قرآن کتاب ماست، جان بخش و رهنمای ماست. قرآن فروغ زندگی در قلب و سینه های ماست،
در قلب و سینه های ماست. این هیبت قرآن است، سنگینی ایمان است. این هیبت قرآن است، سنگینی ایمان است. بر دشمنان برهان است، نور دل خوبان است. بر دشمنان برهان است، نور دل خوبان است. قرآن قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست. در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ما. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهر و برادر عزیز، ما باید که اولادای خود ما را درست تربیت بکنیم. اللهی که ما را خلق کرد، برای عبادت خودش خلق کرد. ما تلاش کنیم در خانه ما حداقل یک عالم داشته باشیم که اینا در خدمت ای بشر قرار داشته باشن، دین خدا را برای مردم برسانن. امت امروز محتاج از این عناصر که علمای دین باشن، محتاج از اینا هستن. ما از این کتابی که الله بر ما امانت داد از این درست استفاده بکنیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما گفتن که و دو چیز برای شما گذاشتم، یکی همین کتاب گذاشتم، یکی سنت خود من گذاشتم. اگر به اینا شما چنگ زدین، شما خوشبخت هستین، سعادتمند هستین. ما کجا میریم؟ پشت چی میریم؟ برای خوشی و سعادت ما میگردیم نه؟ برای آرامی ما میگردیم. تپ و تلاش داریم که یک لحظه آرام شویم. ولی اشتباه میریم، چیزایی رو میپالیم که اونا به آرامی ما هیچ در نمیخورن. اونا ما رو هنوز نارام میسازن. ببینیم همون کسی که پشت سرمایه و دولت و چوکی و مقام گشت، از همه کده او سرگردان است. امروز رئیس جمهور است، از همه کده سرگردان است، لالوان است، مردم دو دشنام میتیشند. او که میلیارد هر از امروز به دعای غریب و فقیر در دنبالش است. حسابش پریشان، خوابش پریشان. امنیت خود گرفتن نمیتونه. میگه امنیت میلیاردها رو پرش تو میگیرم، نارام است. بیاین که ما پشت دین ما بگردیم که آرام شویم. مادر مریم برای الله طفلش نذر کرد، ولی الله خواست که عوض پسر دختر در خدمت دینش قرار بگیره. و مریم و مادر مریم، مریم که از زوریش از شر شیطان به الله پناه داد. خدا یا رب، من این رو به پناه تو میسپارم، به آغوش تو میگذارم، این توته جگرم برای تو سپردم. الله عزیز چی اراده کرده؟ آله به جواب خانم عمران مادر مریم چی میگه الله عزیز؟ فتقبلها ربها بقبول حسن. سبحان الله، پروردگارش این قبول کرد با یک بسیار به حسن قبولی، بسیار زیبا قبول کرد، پذیرفت مریم به حیث خدمتگار دینش. سبحان الله. و انبتها نباتا حسنا. المربی بی مریم الله میشه. اینه به یک تربیه بسیار زیبا تربیه میکنه. الله تحت تربیه خودش میگیره. و کفلها زکریا، پیامبر دیگه کفالتش برش میسپاره که تو این مواظب باش.
پای زیادی میآید. حضرت زکریا بعض وقت وقتی در حجره مسجد میآید، در عبادتگاه میآید، مریم به مسجد سپرده شد، به خانه الله گذاشته شد، بزرگ شد، کفالتش از زکریا علیه السلام گرفت. بعض وقتا که میآمد در زمستان میآمد که پیش مریم میوه های تابستانی گذاشته شده. یا مریم میفی از کجا کردی؟ مریم میفی الله برم فرستاد. سبحان الله، الله او را زیر تربیه خودش گرفته بود. مریم جوان میشه، مریم جوان میشه، در یک خلوتگاهی هست، داستانش شما میفهمید. پروردگار جبرائیل علیه السلام در شکل یک انسان زیبا، جوان زیبا برش میفرسته. دفتن در او خلوتگاه حضرت جبرائیل در شکل یک جوان زیبا ظاهر میشه، مریم میترسه. و الله رحمان پناه میبره، میگه مستو به الله پناه میبره. اگر تو از خدا میترسی، من از تو به الله رحمان پناه میبرم. این فرشته آمده برش پیام میاره از جانب الله. آله مریم اره که مادرش برای الله سپرده بود، آله الله از بطن این مادر یک پیامبر برای بشریت میفرسته. حضرت جبرائیل علیه السلام برش میگه که خداوند اراده کرده که برای تو یک پسر هدیه بده. میترسه مریم که آرام جان دست نامحرمی به جان من نرسیده، من چطور صاحب طفل میشم؟ اما الله اراده کرده. در همی دوام ای آیت ها در سوره آل عمران جای دیگه ملائکه برای بی بی مریم میگن و اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. سبحان الله، این مكافاتش است، این مزد مریم است از جانب الله. ملائکه برش میگن که ای مریم، خدا تو را برگزید، خدا تو را انتخاب کرده و تو را خدا پاک ساخته و تو را خداوند بر تمام زنان عالم برتری داده. سبحان الله، خداوند نظر مادر خانم عمران پذیرفت و بسیار وجه احسن پذیرفت، دعایش قبول کرد و گفت از شر شیطان به تو ای و ذریه‌اش به تو سپرد. الله را از هر چیز نگاه کرد و یک صفت و یک لقب برش داد که تو را پاک کردم و تو را برگزیدم بر تمام زنان عالم. بیاین مادر کنیم، دخترکایتون عالم دین بسازید که اونا وقتی از این دین بهرمند شدن، به درد شما هم میخورن، به درد سبایی که شوهر کردن، به درد اولادهایی که سبا داشتن، به درد او محل و جامعی که در اونجا زندگی میکنن، به درد از اونا میخورن. اگر شما سر به خاطر از اینکه چند سبایی زندگی بکنن و اینا صاحب یک خانه و جای و وظیفه و پول و سرمایه شوند، شاید شوند، ولی ما میبینیم کسایی که شدن چی کارا شد، از دین بیخبر، از دین غافل، صرف یک وسیله برای زندگی چند روز کوتاه، زندگی فقط دنیایی. هر روز ما میبینیم که دخترکای ما، اولادهای ما، مادرهای ما، خواهرای ما با یک اشتباه کوچک، با یک سوء تفاهم در بین خانواده، خانه ها خراب میشه. کس هم نیست که به دادشان برسه. جایی هست که پسر مظلوم میشه، جایی هست که دختر مظلوم میشه. مادر و پدر هم سعی میکنن، چیزی هم از دستشون نمیاد،
چیزی هم برای از اونا نصیحت میکنه، نصیحت هایشان هم چندان نصیحت هایی نیست که به درد بخوره. یک خواهر میگفت که من یک طفلم دارم، طفل 6 ماه دارم، شوهرم کار میکنه، شوهرم در یک جای کار میکنه، که او خواهر میگفت که من شوهرم مرا تنها گذاشته رفته، جای خانی بر خودش جدا کرده، من پیش پدر مادرم هستم، وظیفه داره که مشغولم وظیفه هست، بعض وقتا مرا میگه که بچیم بیار که من ببینمش، و آیا اگه من ببرم این بچه شه به من گناه میشه نمیشه، چیکار کنم؟ شما حیران میمانین که چی زندگی هستی؟ شما چرا ازدواج کردین؟ چرا این خانمتو بدبخت کردی؟ چرا رفتی؟ اگر کدام مشکل است، خب بیاین این مشکلتان با بین خودتان حل کنین. یک دو نفره که اگر شما سرشان اعتماد میکنین، دوستان فکر میکنین، بیاین امونا رو کتش کپ بزنین. شما به سرنوشت گذاشتین رفتین، و پدر مادر از اینام حال انتظار ازی هستن که او پسر یک وقت اصلاح میشه میآید. مادر و پدرش گفته که بچه تو به نامش بشین. ای پدر مادر چرا این حرف میزنن؟ چی ما نداره که به نام از او بشینن؟ او که از خدا نترسیده، طفل شکت خانمش گذاشته رفته. حال ما تبصره نمی کنم که چی میخواید چی میکنه. او از خدا بترسه. یک کسی بره اگر امتر کسی را میشناسه، بره مره نصیحت کنه، دستش بگیره، بیایی به طرف زن و فرزندش، از خدا بترس. اگر او راستی نمیاد، بیایی پدر و مادر را نصیحت کنه که پدر و مادر شما چی میخواید؟ با حیات از این طفلک بازی میکنی، با حیات دختر کن بازی میکنی. پدرم نارام شده، 30 سال است، میگه من دخترم به یک جوان دادم، خواستم هم برای دخترم خیر کرده باشم، هم برای پسر خیر کرده باشم. اینا چند ماه زندگی کردن، جنگ و دعوا و کشمکش، بالاخره من مجبور شدم آمدم، اگر اصلاح کردم نشد، دیدم پسر در یک هوای به خاص خودش است. دختر من در روی زافگی معلوم شد برم، دختر من گرفتم رفتم خانیم، 30 سال از دخترم پیشم است. آلو را میگو میره خیلی ایلا بکو، ایلام نمیکنه، خودش برای خودش زندگی جور کرده، دختر من هم گروگان گرفته که من ببینم چطور عروسی میکنه، چطور میره برای خود سر نوشته این میکنه. بله برنامه رحمت، السلام علیکم. آخوندای ایران هم یک مریض دیگه هست که از خدا نمی ترسه. هم حتما پدر یک دختر هست، پدر یک پسر هست، یا خودش یک جنایتکار هست که میکروب جامعه شده. ما اینجا درد داریم، ما اینجا سبحان الله، این امت مریض شده، این امت پریشان شده، می خواهیم یک راه حل برش بپالیم. اینا هم پول میگیرن از کدام جای وظیفه دار هستن، بیاین اذیت کنن، سر زخم ما نمک پاش بتن، تربیه فامیلشان نشان بتن. اینا خدا میدن در فامیل خود چقدر اذیت کننده هستن، یک پرازیت هستن در خانهشان. خدا اگه اینا رو اصلاح نمیکنه، از شرشان دیگرها رو نجات ببخشه خدایا.
برنامه رحمت. السلام علیکم. سلام دو رحمت خدا بر شما استاد گرامی. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. خواهر عزیز خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ صحت من باشین انشاءالله، با ایمان و با عزت باشین از پروگرام های زیبایتان. خدا من شما را با عزت داشته باشه. افغانای عزیز مستفید شوند، همه فارسی زبان ها مستفید شوند. آمین. پروگرامی است که ما از آلده عصر زمان از غیر اسلام کمک میگیریم برای تربیه اولاد خود. اگر این پروگرام ها را سعی کنند نگاه کنند، برای آینده بسیار مفید خواهد بود، چون ما دیدیم که تحصیلات عالیایی که مردم ها دکترا داشتن اما به یاد خدا نبودن، اما در کشورهای که در خارج سفر کردن بسیار بکار خواهد، شغلهای بسیار ضعیف و بسیار قابل گفتن است کارها کردن، امون که دگروار و جنرال و رئیس و وزیر بودن، همشان اما تو افتاده شدن. آن را می رقم است اگر ما این پروگرام را به خود عمل نکنیم. خودم خاطره دارم که دخترکم وقتی که لسان یاد گرفت گفت مادر جان دیگه من یک چند وقت معطل میکنم، درس قرآن میخونم. من اینه برای خانواده خود میگم، قرآن خود را حفظ میکنم و حدیث میخونم. من نگذاشتمش، گفتم نه. بازم اصرار کرد، گفتک مادر نکن مرا که بر خود ضرر میرسه. آخر ممی شد که آلفین مریض است، در یک کلینیک بستر است، اصاب خلاصه زاده بخاطر که جرا ما کردیم. بخواره ها برادرهای خود میگم که پروگرام ها تعقیب کنن، به یکی دیگه خود خبر بتن که پروگرام های زیبا را بشنون. والله قسم است که شما داستان بی مریم را گفتیم، در هر خانه که یاد خدا باشه، هر خصوصا جوان ها به خدا رجوع کنن، برکت های دین دنیا داخل خانه ها داخل میشه و ما از این وطن خود پند بگیریم که جنرال های ما، رئیس ها و وزیر های ما همشان که پیاده بودن در این کشورها کار میکنن، در پشت مردون ها کار میکنن، هیچ قدرت ندارن، هیچ کار ندارن. وقت گرام بای شما رو نمیگیرم، بسیار پروگرام عالی و زیباست، اما این شخص که زنگ میزنه آخوندیس از ایران، یک شخص بسیار پست و چی بگویم نادان است که پروگرام ها را چیز میکنن، تلفون نگاه میداره. دیگه شما سر بلند و سر افراز باشین، انشالله که برکت میبینین، خیر میبینین از این پروگرام های زیبای وصال حق. هم اما افغان ها مستفید میشن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خواهر عزیز، خداوند زبان شما را همیشه گویا داشته باشه. خداوند دخترک عزیزتانم شفای عاجل و کامل نصیب بکنه. خداوند همه مسلمان ها را در مسیری که خیر ما هست در همون مسیر بیاره. طبعا کسایی هم که نمیخواین در این مسیر بیاین، خودشان نمیخواین. الله کی راه را باز کرده. آغوش الله همیشه باز است. در توبه باز است. نکنیم، نه لجاجت کنیم، نه خود ما را از این دین بی نیاز بسازیم. این دین برای رهنمایی ما هست. این دین برای درد ما دوا هست. برنامه ما انشاءالله که به پایان رسیده، تمنا میکنم که لحظاتی که با هم بودیم در حسنات ما خداوند حساب بکنه. خداوند امت از این مصیبت ها خلاص بکنه. کسایی که بر علیه امت دسیسه و توطئه میکنن، خدایا اگر قابل اصلاح نیستن، انتقام امت تو بگیرشون، نقشه هایشان را خونسا کن. الهی قوت و قدرتشان ازشان بی، خدایا ذلیل و خوارشان بکن. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. يا خداوند یارو مددگار شما. السلام عليكم ورحمه الله. أوحى به الله وحيا ففض نورا وأحيا به الموات فكان الدنيا المراد لعليا دنيا المراد لعليا وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأمان ظلاله تتفيا فكان الدنيا المراد لعليا دنيا المراد لعليا
وللحياة ربيع يهمي على الروح ريه ومرفأ والأمان ظلاله تتفيا بالدمع تتلوه عيني والقلب بات نديا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید.